سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما را همیشه کویتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه و یک کوچولو هم هواشی قاتیشه. داستان چیه؟ آقا همونطور که میدونید پاپا بایز یکی از بچه هایی هستن که یعنی یه گروهی هستن که خیلی بچه های خفن و باحالی هستن و ایده های به شدت سم و بمبی دارن و این روزا هم خب نسبتاً اسم در کردن و دارن مسیر خودشونو درست میرن. اتفاقی که افتاده بود پاپا بویز و تامارا یک موزیک مشترکی رو با هم منتشر کرده بودن به اسم جاده 61 که قبل از اینکه این آهنگ بخواد پخش بشه ما هم میدیدیم که پاپا بویز داره یه تیکه‌ای رو با آرژه میندازه و یکم با هم تو دانسن و رفتیم پرسجو کردیم و دیدیم چجوریه. رادیو جوان عزیز خواسته بود از بچه‌ها که این کارو بدین ما پخش کنیم. بچه‌ها گفتن خب آقا ما زحمت کشیدیم فلان مهمان بیسار، هزینه رو لطف کن بیاد و کارو بده بالا. کار قبلی هم که باستن باشه به خاطر سیجل حالا داده بودن به آر جی، ولی رو این داستان نه، اکثر کارا رو ما کردیم و فلان و این داستانا، هزینه رو بده. و آر جی گفته بود نه داداش ما پروموت میکنیم. بچه‌ها گفته بودن پروموتو بز در کوزه آبشو خور. و اینجوری آهنگ منتشر شد و 12 13 ساعت بعد پایین کشیده شد. چرا؟ به نظر میاد که آرجه یه سری قرارداد خیلی دیوسانه ای داره با آرتیستا و تمام حق کپی رایتشون رو میگیره، حق کپی رایت اسمشون رو میگیره و آرتیستایی که میرن زیر بار این قرارداد دارن به خودشون ظلم بزرگی میکنن. و خلاصه اسم تامارا بغل آهنگ بود و آهنگو کشیدن پایین چون حق کپی رایت اسم تامارا رو مثل که تو اون قرارداد آرجه گرفته و آهنگ از اسپاتیفای و ساند کلاد اومد پایین. بچه ها اومدن چیکار کردن؟ دادن هلیوم خوند. و جالب اینجاست که یکم به نظر من جذابتر شد آهنگ. حالا یک کوچولو صدای هلیوم اون غم ریزی که تو خودش کلن داره یکم جذابتر کرد کارو. و حالا بعدم تامارا اومد گفتش که آقا اینا ملودی ما بوده، اینا دست به دست کردن. گشت که پاپا بویز میگه شعر ما نوشته بودیم و اینها. حالا به این کاری ندارم، وقتی میای با یه گروه دیگه کار میکنی یا بعد راجع به این داستان صحبت بشه یا بعد با اون لیبل صحبت بشه که میدونی خیلی همه چی درست نبوده. فکر کنم تامارا هم نسبت به کسی که به هر حال خودش آرتیسته و داره زحمت میکشه یه حد و حدودی رو بعد واسه آر جی مشخص بکنه و اینکه آر جی بخواد بیاد قلدر بازی در آقا این آرتیست ما فلان اینا، خب قبل از اینکه با هم کارو میبردین جلو بعد اینها رو راجع بهش صحبت میکردین و داستانو ترتمیز میبردین جلو. این نکته اول. نکته دوم که آر جی به شدت مفخوره. یه مصاحبه من چند وقت پیش ازشون دیدم که یه ضرب داشتن فقط نوار خالی پر میکردن و داستان اینجاست که آقا این همه آهنگ دوزی رو سایتتون بالاست، چیه اونا داستانش؟ واسه چی بالاست؟ خیلی از آرتیستا که ما میدونیم اصلا با آر جی حال نمیکنن، آهنگاشون اون بالاست دارن از اونا پول در میارن. اصلا خیلی از بچه ها خودشون اونجا اکانت ندارن ولی اکانتشون میبینیم هست، مخصوصا رپرهای نسل یک. و این اتفاق برای من هم با آر جی افتاده بود. دو سه سال پیش یکی از این بچه‌های آر جی به من پیام داد که آقا پادکستات باحال، همون بی پرده رو میگفت و گفت بیا با هم همکاری کنیم. گفتم اوکی، هزینه چه جوریه؟ گفت ما نه پول میگیریم نه پول میدیم. جالب اینجاست تو داری زحمت، یه نفر داره زحمت میکشه، حالا سوالا رو مینویسه، حالا چند سال خودش توی بازی بوده، همه اینها رو جمع کرده ببینه اصلا شرایط چیه، اتفاقات چه جوریه، زحمت داره میکشه، ادیت داره میکنه، وقت داره میذاره، پولم نمیگیرن میدونی. و خلاصه ما هم اون موقع به داستان نرسیدیم و داستان تموم شد بستیم. و این کارو میدونم اگه شما نکنم با ردلاین هم اینجوری بود که برای ردلاین هم هزینه ای نمیکردن و خب این مفخوریه دیگه، وقتی داری هزینه در میاری بعد هزینه‌ش هم بدی. و از اونور نمیدونم این سیاست اصلا چه جوریه، چه سیاست عجیبی هست که خودمون پول درنیم بقیه پول در نره. خب شما که داری زحمتی نمیکشی. اون اسمی هم که آر جی داره به خاطر آرتیستایی بوده که توش بودن و همه دوست دارن ببینن که او الان مثلا فلان آرتیست چه آهنگی داده و اینها. و یعنی که آر جی هزینه خاصی من نمیدونم، حالا درسته واسه خیلیای که ویو عجیب غریب دارن اونم یه چوسه پول هزینه میکنن که خب اینا باحال نیست دیگه. اگه میخوای ببری جلو همه چیو درست، اون هزینه رو هم باید درست ببری جلو. و این هم میشه همون داستان برده داری مصر که نیست، ملت زحمت بکشن تو حالش رو ببری، حالا یه مثلا نون شب طرف مثلا یا اینا باید پر روی بدی نمیشه. خلاصه این اتفاقا که افتاد بچه های پاپا بویز اومدن یه آهنگ دادن به اسم نو وی فری استایل که قراره با هم بریم گوش کنیم ببینیم چجوریه و آرجی و چجوری دیس کردن حواشی هم که با هم بررسی کردیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه جز اینکه یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی هم دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، همین دیگه، ببینیم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم.
ای 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 You should listen to Papa Boy's mouth. Yeah. No money, no bitches. This is the real hip hop, nigga. Rapper مثل Papa Flex. یه اولش وان که اینجوری بود. Motherfucker فلان اینا واسه اون فان بودن Papa Boy سوشا. This is the real hip hop, nigga. Rapper مثل Papa Flex gone. Oh. اگه نمیتونی no way. Papa on top. باید کنی risk. Get rich. No money, no bitches. رپو مثل پاپا فلکس کن. ما اومدیم شما رو بک و بک و بک. No money, no bitches. رپو مثل پاپا فلکس کن. اگه نمیتونی no way. برای تو که قفله. Get rich. No money, no bitches. این خود نیو ویوه. یک تو بشین نگاه کن اکسلنت. بچ جا موزیکا میدم بد شد من در کونه تو بداهه است به نظر میاد بداهه باشه تو میزلت بچ جا موزیکا میدم بد شد من در کونه تو میزنم لیبه بچ همون جاش که سوخته پاپا تر اون حالت نمیدونم یه کوچولو اون فان بودنه رو توش داره ولی فکر میکنم نمیدونم فل بداهه میزنه واسم چون بعضی جاها واسم قاب بشین ببین اکسلنت فلاینا یکم اون حس این که نوشتن واسم سیلابارو در آوردن اینا رو داره به من نمیده اما خب بارجه میگه جا موزیک رو شت بهت میدم دیگه چون همه موزیک های اونجا شته دیگه مثلا چه میدونم همون حالا امثال ستین و دنیا دادرسان و فلان و اینها و من اونت میزنم لیبل آر جی رو ما نخواهد بود حالا یا لیبل های دیگه ما زیر لیبل نمیریم میزنم لیبل بچ همونجاش که سوخته پاپا ترنده میذارم تو ملای برگه تیم شما کودن و خنگه فدا سر سی جی یکی کریم حیفه میذارم لای برگر نه سر پیازی نه تای پیازی با سمون و اینا چرا باید بذاری لای بیفه چون چرا لا برگر میخورمت لای برگر تیم شما کودن و خنگه فدا سر سی جی یکی کریم حیفه قیچی ما مارکت پارچه پاپا ترکیده مثل قارچه قیچی و مارکت پارچه پاپا ترکیده مثل قارچه بله مارکت تو جر میدهیم و اینکه ترکیده مثل قارچه دیگه مارکت پارچه پاپا ترکیده مثل قارچه پرومو تو بذار لب تاخچه آردی پنه رد کارپت رفو مثل پاپا فلیکس کن اگه نمیتونی نو وی بر تو که قفله get rich no money no bitches bitches rapo mesa papa flex go flex i get me to no way no way but can you risk get rich no money no bitches ما اومدیم کردن همه کیپ چاقال نمیشیم با همه کیپ او ما اومدیم کردن همه کیپ چاقال نمیشیم با همه کیپ بنازم اومدیم کردن همه کیپ چاقال نمیشیم با همه کیپ سایتت نزد کارو برای چی چون پاپا نداره فن چی اوه that's bars you know آقا ما پروموت تو رو نیاز داریم چرا چون ما آهنگ می تولید نمی کنیم و دنبال این که اون جامعه شروور رو بگیریم سمت خودمون نمی خواهیم که مثلا چی گوش میدن چی آهنگ های ایکس بند مثلا گوش میدن میدونی و چون ما فن چیپ نداریم جاهای چیپ هم بازی نمی‌کنیم دیگه مشخصه دیگه چون پاپا نداره فن چیپ ای سایت درافت فاز طرفه پاپا بویس کوس خارکته اسپاتیفای تاپ پلن موندن تامارا چه جوری باتون کانترکته کش سمت پاپا سنت کن تو که نداری پهیچ پیچ اینم باشه بعدو با ما دیل باشی ریچ باشی اوکی خب آهنگ یه جوری فاز اینه به من میداد که خیلی سری و سیل بسته شده بود و اگه فل بدای نبود میگم یکی دو ساعته جم کرده بودم مت دو تا بار خفن زد فرد داشتیم چیزم که موسیو هم تو کورسا بود و یه دو بارم اون وسط اومد زد رفت و اینجوری ولی کاش یکم طولانی تر بود و یه جوری اینجوری بود که میشد باهاش بیشتر چون فازشو دوست داشتم ولی یه کوچولو استراکچر باحال تر بود یعنی مثلا دو تا ورس سنگین تر داشتیم یا مثلا یه کورسی کشه البته که خب فری استایل دیگه مدام حرفش رو میزنن دیگه به عنوان یه فری استایل جذاب بود دوستشم کلا جینیسن این سه تا بشر به اسم های فرد مت و موسیو
عجیب غریبن، اصلا یه فاز دیگه‌ن و من لذت میبرم نوبوقشون رو که میبینم. فقط دوست دارم مثلا یه بار تو بیف رفتنشون و اینا رو ببینم خیلی جدی، حالا اینکه خب دستگرمی طور بود، خیلی جدی ببینم که اونجا عملکردشون چه جوریه. میخوام ببینم این ته نبوغشون کجاست. خلاصه بچه‌ها اینکه تازه به نسبت یه سال خورده یه دیگه فکر میکنم که هستن و جا داره که بیشتر بشناسیمشون. امیدواریم ولی درگیر حاشیه‌های الکی نشن و اتفاقات عجیبی واسهشون نیفته، چون میتونن یه تکون عجیبی به بازی بدن. و کلا باحال بود، به عنوان یه فری استایل باحال بود. شاید قفلی نمیشه هر روز بخوای گوش کنی اینا، ولی از اون فری استایلی که بود که گوش میدم گفتی واه آفرین، میدونی مثلا او چی گفت اینجوری، یه دو سه تاش اینجوری بود و به عنوان یه فری استایل چیز جذابی بود. خلاصه بهشون خسته نباشید میگم، من که لذت بردم. نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. و اینکه صحبت دیگه باقی نمیمونه جز اینکه به لیبل های پوچ بهای مفت ندید. خلاصه چی گفتم؟ خلاصه دمتون گرم، مراقب خودتون باشین، امیدوارم که حالتون همچه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.